در جلوی کتابخونه شهرداری منطقه های استریت کینسینگتون لندن هستیم، جایی که غالبا محل برگزاری همایش‌ها و گردهمایی‌های فرهنگی و هنری ایرانیان مقیم لندن هست. امشب فستیوال هنر که یک انجمن فرهنگی و هنری است، برنامه‌ای رو بزرگداشتی رو برای دکتر احسان یارشاطر تدارک دیده. پروفسور احسان یارشاطر بنیانگذار و سرویراستار دانشنامه ایرانیکا هستند. دانشنامه‌ای که به زبان انگلیسی و در آمریکا تهیه شده و میشه. دانشنامه‌ای که بیش از 40 ویراستار و 300 نویسنده و محقق و استاد دانشگاه از سراسر دنیا، آمریکا، اروپا و آسیا در اون همکاری داشته و دارند. به فستیوال بریم و ببینیم که انجمن فرهنگی و هنری فستیوال هنر چه برنامه‌هایی رو امشب تدارک دیده. با ما باشید. بانوان و سروران گرام، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و چون از راه دوری میام، سال نو رو به شما مبارک میگم. اجازه میخوام قبل از شروع گفتارم علت حضور خودم رو در اینجا بیان بکنم، چون نمیدونستم که چنین افتخاری نصیب من خواهد شد. در حدود دو هفته پیش دوست بزرگوارم آقای مهندس اشراف به من تلفن زدن و گفتن که من از تو میخواهم که روز هفتم در لندن باشی، و در مقابل سوال من که به چه دلیل، گفتن بعداً به تو اطلاع خواهم داد. روز بعد زنگ زدن و گفتن که روز هفتم رو فراموش نمی کنی. گفتم خیلی. گفتن در اون روز جمعی خواهیم بود و درباره ایرانیکا صحبت خواهیم کرد و فرمودن که غرض این هست که ارمغان ایرانیکا برای جوانان چه بوده است. تصور من از یه چنین جلسه این بود که در کنار همدیگه به تبادل افکار و اندیشه میپردازیم و از بطن اون ممکنه چیزی بیرون بیاد، و ظاهراً اینطور که میبینم شکل مسئله و فرض مسئله فرق کرده، اما چون من افکارم رو جمع جور کرده بودم، اون چه که میخواستم به اطلاعاتون خواهم رسید. رسان چند نکته بیش نیستن، منتها اجازه فرمایید من یک بار دیگه به این نکته اشاره بکنم، به این عنوان ارمغان ایرانیان برای جوانان چه بوده و چه هست. جوانان میتونن هم جوانان ایرانی باشن و هم جوانان سراسر دنیا، چون این ایرانیکا به زبان انگلیسی هم هست، در نتیجه میشه همچین تصوری کرد. ولی بحث در یه همچین چارچوبی از توان من خارجه. از این گذشته برای من تداعی و معانی شد که جوانان منظورم جوانان ایرانی هست. و اگر این چنین نیست، اجازه بدید که من این ایرانی رو بهش اضافه بکنم، ارمغان ایرانیکا برای جوانان ما فارسی زبانان چه بوده است. وگرنه در چارچوب دیگه من نه آمادگی شو دارم، نه قادرم و نه مایلم که صحبت بکنم. به نظر من ما که در اینجا حضور داریم و تعداد بیشماری از هموطنان ما در هر کجا که باشن، مسلماً بر این باور هستند که ما ایرانی ها عموماً و جوانانمون خصوصاً میباید حد اقل آگاهی رو از تاریخ کشورمون داشته باشن، حد اقل اطلاع رو درباره فرازها و نشیب‌های فرهنگی و تمدنی که این سرزمین پشت سر گذاشته، حد اقل اطلاعات رو داشته باشن درباره تحولات، تغییرات و تطورات اجتماعی و سیاسی که یک سرزمینی به طول 2500 سال تاریخ مدون باید داشته باشه. و ضمناً ازتون عذر میخوام، من چون توی کلاس درسم مرتب حرکت میکنم و هیجان آمیز حرف میزنم، برای من واقعا مشکل نشستن و صحبت کردن، ببخشید بر من. اما دست یافتن به چنین آگاهی مستلزم داشتن منابع، مآخذ و امثال این مطالب هست، وگرنه این دانش رو از کجا میشه اخذ کرد؟ امروزه رسانه‌های همگانی از قبیل رادیو، تلویزیون، اینترنت و بعد همایش‌های گوناگون، کنفرانس‌ها و کنگره‌ها تا حدودی در این زمینه گام برمی‌دارند. اما منبع واقعی و سرچشمه واقعی برای به دست آوردن چنین آگاهی‌های آثار مکتوب هست، نوشته‌ها، کتاب‌ها، رسالات، مقالات. و در این مورد من ادعا می‌کنم
که ما ایرانی ها در مقایسه با ملل دیگه کوتاهکاری های گناهکارانه ای انجام دادیم. اون چه که ما به مردم خودمون و به ویژه به جوانان میخوایم عرضه بکنیم چندان قابل ذکر نیست. کارهای شده ولی اون چه که میباید انجام نشده. امروزه به چه منبعی میشه رجوع کرد که موثق باشه، تحریف نشده باشه، تا جوانان ما به اطلاعات کافی و وافی دست پیدا بکنه؟ تا جایی که من میدونم تاریخ گذشته ما رو که دیگران نوشتن و تاریخ دو سه قرن اخیر هم بیشتر به دست خارجی ها بوده، تحلیل ها و تجزیه هایی که شده از دست ما بر نیامده و در این زمینه کوتاهکاری کردیم. کما اینکه اگر یک ایرانی در هر زمینه‌ای بخواد تحقیق بکنه و واقعاً تحقیق به معنای واقعی کلمه بکنه باید به منابع خارجی رجوع بکنه. منابعی که ما در دست داریم اونچنان نیستن. برعکس هیچ انگلیسی زبانی، هیچ ایتالیایی زبانی به این فکر نمیفته که اگر بنا شد درباره شکسپیر یا درباره لئوناردو داوینچی ممکن است که در زبان فارسی منبعی پیدا بکنه. و اون چه هم که حاضر و آماده ما داریم که نمیشه منکر شد، بالاخره کارهای انجام گرفته، کپی برداری بیش نیستن. و خود من که در کنار کارهای علمی و دانشگاهیم، چون من مهندس هستم، علاقه دارم به تاریخ ایران و کارهایی که در ایران در گذشته در زمینه علم شده، همواره مجبورم به منابع خارجی رجوع بکنم. و زمانی هم که به منابع ایرانی رجوع میکنم، جز کلیگویی ها و یا احیانا بازگو کردن اون چه که دیگران در قبل کردن به دست نمیارم. اما خوشبختانه با ایرانیکا یکی از مشکل ترین و دشوارترین و پیچیده ترین راهی که ما میخواستیم بریم حل شده. من بارها این رو به مناسباتی گفتم و نوشتم و در 20 و چند سال پیش که جناب آقای احسان یارشتر در برلن تشریف داشتن و من ازشون خواهش کردم که یک سخنرانی بکنن، در معرفی ایشون از صمیم قلب و به باور عمیق گفتم که بعد از شاهنامه فردوسی من کاری به این سترگی و به این عظمت نمیتونم تصورش رو بکنم. در محسنات ایرانیکا اونقدر گفته شده که هر مطلبی که من اینجا بگم تکرار مکرراته. فقط اجازه بدید من به یک نکته اشاره بکنم و اون هم هستش که قبل از اینکه اصولا ایرانیکا به وجود بیاد بودن دانشمندانی در غرب که به جهاتی به جنبه‌های مختلف تاریخ ما از نظر ادبیات، علم، موسیقی توجه داشتن و جستجوهای می‌کردن و اینها در واقع نیکی میکردن و در دجله میداختن. معلوم نیست که آیا آثار اینها مورد توجه قرار میگرفت یا نمیگرفت. یکی از خدمات بسیار بزرگ ایرانیکا و شخص آقای یارشتر همین است که این انسانها رو وارد میدان کار ادبی در زمینه ایران کردن. برای نمونه در آلمان شرقی شخصی بود به نام متاسفانه الان خودم میاد و من ایشون رو شخصا میشناختم. ایشون متخصص مانی در تورفان چین بود و حرف اول رو به قول معروف میزد و کسی از کار ایشون اطلاع نداشت. آقای یارشتر این شخص رو کشف کردن و این آثارش در ایرانیکا منعکس شد. یا یک نفر آمریکایی به نام ویلیام جکسون کارهای درباره اوستا کرده بود که هنوز بی‌نظیره و بعد ایشون یکی از نویسندگان و مؤلفین ایرانیکا شد. به این ترتیب میخوام خدمتتون عرض کنم که یکی از خدمات بزرگ آقای یارشتر و مخصوصا ایرانیکا این هست که به این افراد توجهی شد و اینها دونستن که کاری که کردن اونچنان بی ارزش نبوده و روز و روزگاری منعکس شده. در نتیجه من اینجا بسنده میکنم به اشاره به محسنات ایرانیکا. فقط اجازه بدید که یک چند تا نقد از نظر خودم انجام بدم. ارمغان ایرانیکا برای جوانان ما چه بوده و چه هست؟ همونطور که اشاره شد 15
جلد از ایرانیکا تا کنون منتشر شده و تا جایی که من اطلاع دارم قرار است که روز روزگاری به 35 جلد برسه. در نتیجه هنوز نمیتونیم ادعا بکنیم که اون چه که باید درباره ایران دانست حاضر و آماده است. در این 15 جلد هستش. بقیهش هنوز در دسترس نتیجه. همین 15 جلد هم در اختیار افراد نیستن. به علت بزرگی، به علت حجم، به علت قیمت کسی دسترسی بهشون نداره. باید به کتابخونه ها رجوع بکنیم، باید به نهادهای علمی رجوع بکنیم و به این ترتیب میبینیم که جوانان ما همه دسترسی به این اثر بی‌نظیر ندارن، به ویژه جوانانی که میلیون ها و میلیون ها در ایران هستن. حالا کسانی که به این منابع دسترسی دارن و میتونن به یک کتابخانه‌ای، به یک نهاد علمی رجوع بکنن، شرط اولش اینه که زبان انگلیسی بدونن، اون هم زبان فاخر انگلیسی. کسی که یک کم و بیش با زبان انگلیسی آشنایی داره چنان طرفه‌ای به دست نخواهد آورد از این مجموعه بی نظیر. در نتیجه میبینیم که بسیاری از جوانان ما که یا به زبان انگلیسی آشنایی ندارن و یا در مملکت ما هستند هیچ گونه دسترسی به همچین مسئله ندارن. حالا به فرض این که کسی هم از جوانان ما اینجا به زبان فاخر و بسیار بسیط و زیبا و عمیق انگلیسی آشنایی داشته باشه و این منابع رو بهش رجوع بکنه، یک اشکال دیگر هم باید در نظر بگیریم. زبان فارسی اون وقت کجا خواهد بود؟ من حداقل از طرف خودم میگم من هیچ هویتی ندارم جز زبانم و در جایی زندگی میکنم که زبان من صحبت بهش نمیشه و به همین جهت گاه و بیگاه بی‌هویت هستم. پس جوانی که در آمریکا و در انگلستان و در جاهای دیگه به زبان انگلیسی آشنایی داره و به این منابع رجوع میکنه، معلوس یک مشکل دیگری هم در پیش خواهد داشت. در بهترین حالت یاد میگیره که یک شخصی به نام فردوسی کارهای بزرگی انجام داده، واژه‌ای که هیچ ایرانی امروزه به کار نمیبره، نامی که به کار نمیبره. در نتیجه مشکلی هم که اینا خواهند داشت این است که معلوماتی کسب میکنن از این منبع عظیم ولی به علت عدم آشنایی به زبان فارسی اون بهره‌ای که باید داشته باشن و بعد احیاناً به دیگران انتقال بدن اون رو هم نخواهند داشت. اجازه بدید من در این مورد یک مثال بزنم. چند سال پیش در شهر برلین که من زندگی میکنم یک آقای ایرانی در رشته تاریخ دکترا گرفت، شد دکتر تاریخ و به علت اینکهشون دکترا گرفتن و تاریخدان بودن به این هوس افتادن که مترجم رسمی بشن و چون در اون زمان من ممتحن رسمی و اصلی بودم از من خواستن که برای ایشون یک متن تهیه بکنم که ایشون از آلمانی به فارسی ترجمه بکنن، اونم به عنوان تکلیف خانه. بله، من متنی برای ایشون تهیه کردم درباره ایران قبل از اسلام که صحبت از مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان بود. ایشون کاری که تحویل داد این بود که جز واژه ساسانیان مادها، هخامنشیان و اشکانیان رو به عباراتی بیان کرده بود که در زبان آلمانی مطرح است. یعنی ایشون حتی آشنایی با این سنام قبل از اسلام نداشت و یه چنین مشکلی رو ما باید در نظر بگیریم موقعی که از ارمغان ایرانیکا برای جوانانمون صحبت میکنم. و به همین جهت من معتقدم که این منبع فیض اون چه که با اونجور که باید و شاید هنوز برای جوانان من و من فراموش نمی کنم منظورم تمام جوانان ایرانی هستند، نه کسانی که فقط در این کشورهای مثل انگلستان و آمریکا زندگی می کنن اینجا بزرگ شدن و زبان آلمانی بلدن. به همین جهت باید در فکر بود که چگونه میشه از این اثر عظیم استفاده کرد و جوانان ما واقعا دسترسی داشته باشن، چون همه ما میدونیم که مؤلفین و نویسندگان این مجموعه بزرگ در ردیف بزرگترین و صاحب نظرترین افرادی هستند که این مقالات رو نوشتن و به همین جهت اصلا قابل مقایسه با منابعی نیست که در ایران ما میشناسیم. بعد از به قول معروف این ذکر مصیبت، من فکر میکنم که باید گفت خب چه کار میشه کرد.
ببینید، ما اگر به این نتیجه برسیم که آقای یار شاطر و یارانش، نویسندگان این اثر بزرگ دانشنامه، وظیفه تاریخی، وجدانی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی خودشون رو به بهترین وجه انجام دادن، باید از خودمون بپرسیم که ما چه کار میتونیم بکنیم. منظورم از ما افرادی هستن که به زبان فارسی و انگلیسی آشنایی کامل وافی و کافی دارن و دستی هم به قلم دارن. منظور من این افراد هستن. این افراد باید از خودشون بپرسن که آیا وظیفه اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی اینها نیست که مطالب اون دسته از مقالاتی که برای جوانان ما در واقع غذای روز و روحشون هست، اونها رو به زبان فارسی ترجمه بکنن، اضافات و مطالب فرعی رو به کنار بذارن، چون کسانی که احیانا دانشنامه ایرادکار در دست دارن میبینن که در کنار متن انقدر توضیحات و پاورقی و نشانی و منبع و مأخذ هست که آدم معمولی حوصله خوندن اونها رو نداره. و به همین جهت اگر ما موفق بشیم، نه تمامش، چون کار عملی نیستش، هر کسی که تشخیص بده که یکی از این مقالات، مثلا مقاله درباره امیر کبیر، بخشی از تاریخ ماست، اگر ما این شخصیت بزرگون رو نشناسیم، به نظر من خیلی کم بود داریم. یه چنین مقالاتی رو به صورت خلاصه به فارسی سلیس و ساده و که جوانان ما بتونن درک بکنن و فهم داشته باشن ترجمه بکنن و اینها به صورت جزوات کوچکی تحت عنوان مثلا من از فرهنگ خود چه میدانم، چنین چیزهایی شما میدونید قبلا در زبان فرانسه بوده، در زبان انگلیسی هم هست، الان هم در ایران یه چیزی شبیه به این میاد بیرون که از نظر من قابل تحسینه. خود من تمام نسخه هاش رو ابتیا کردم. حال بازم به این مشکل توجه دارم که چنین کاری هم کار هر کسی نیست و بعدم ترجمه شد، مسئله چاپش مطرحه، مسئله گرفتن اجازه مجوز چاپ مطرحه، غیر و ذلک. ولی به هر حال این تنها فکریست که به خاطر من میرسه، وگرنه مجبورم متاسفانه در چارچوب فکری خودم و تجربه خودم بگم که ارمغان ایرانیکا برای جوانان ما اونطور که میباید و میبایست نبوده و این هم هیچ گناهی از ایرانیکا نیستش، از این دانشنامه. اوضاع و احوالیست، از یک طرفی این به زبان انگلیسی نوشته شده برای اینکه سجل ماست و این بزرگترین خدمتی که صورت گرفته که دیگران دنیا در ما در مورد ما اطلاعاتی داشته باشن. به ویژه که فراموش نکنیم مثلا در مقایسه با بریتانیکا یا در مقایسه با لاروس، به این دلیل مقام شامخ ایرانیکا داره که فقط و فقط مربوط به ایرانه، در حالی که این فرهنگا درباره همه جهان نوشتن و به همین جهت هم کوتاه ممکنه مفید باشه، ولی کوتاه و دارای اون عمقی نیست که ایرانیکا هست. به همین جهت آرزوی من همین هست و از این فرصت استفاده میکنم و چنین آرزویی رو بیان میکنم که بخش‌های بسیار مهمی برای جوانان ما که مخاطب ما هستن و امروزه به تاریخ ما آشنایی ندارن و تاریخ ما تحریف میشه در زمینه‌های مختلف گوناگون، اینها به زبان فارسی منتشر بشن به صورت جزوات کوچکی. و در همین جا صحبتمو ختم میکنم و از اینکه به من این اجازه داده شد نظرم اینجا اعلام بکنم خیلی متشکرم. با سلام و سپاس از حضور شما در آیین بزرگداشت ایرانیکا، من قرار نیست که بیشتر از چند دقیقه مزاحم وقتتون بشم، برای اینکه اون چه گفتنی بود من فکر می‌کنم که آقای محمدی و استاد کنانی فرمودن. ولی به هر حال چون از من خواستن که هیچ موضوعی رو که به کار من یا رشته من مربوط انتخاب نکنم، فقط بگم که برداشت من از ایرانیکا چه هست، ایرانیکا چیست، برای کیست. من این افتخار رو داشتم که در بعضی از کشورهای دنیا که استاد یار شاطر و همراهان ایشون برای جمع‌آوری کمک تشریف داشتن، افتخار حضور داشته باشم و مکرر از استاد شنیدم که ایشون می‌فرمودند ایرانیکا مجموعه ای است که فرهنگ و ادب و تاریخ ایران رو
در حد توان و امکان خودش پوشش بده و به دنیا معرفی بکنه. بنابراین من اولین امتیاز ایرانیکا رو آگاه کردن جهانیان از فرهنگ و تمدن و تاریخ ایران میدونم. خدمت وسعت و تنوع فرهنگ آریایی، آشنایی با چنین فرهنگی رو برای خارجی ها مشکل میکنه و برای اونها سوالات زیادی رو پیش بیاره. مثلا وقتی که با یک آیین ایرانی مثل نوروز یا چهارشنبه سوری روبرو میشن، اگه از ما سوال بکنن به کدام مرجع و منبعی مراجعه بکنیم که اطلاعاتی بیشتری درباره این آیین شما به دست بیاریم، من فکر میکنم که ایرانیکا به این سوال جوابگوست. مسئله دوم، مسئله امتیاز ایرانیکا برای ایرانیان هست و اینجا من فکر میکنم که ایرانیکا یک کار استثنایی انجام میده در مورد بخشی از ایرانیان که مقیم خارج از ایران هستند. ما به کار بزرگانی مثل استاد دهخدا، استاد معین، استاد غلام حسین مصاحب که شخصا یا گروهی فرهنگنامه هایی رو تدوین کردن، دانشنامه هایی رو تدوین کردن، ارج میگذاریم. اما این آثار به زبان فارسی است و عمدتاً در خارج از کشور در بسیاری از جاها قابل استفاده نیست. نسلی از ایرانیان که در خارج از ایران به دنیا آمدن یا در خارج از ایران پرورش یافتن، بیشترشون اون چی از زبان فارسی میدونن زبان محاوره‌ای و زبان گفتگوست. بسیاری از اونها این فرصت رو نداشتن که در خارج از ایران زبان فارسی رو برای خواندن و نوشتن بیاموزن و در اینجا من عرض میگذارم بر همه کسانی که در آموزش زبان فارسی در خارج از کشور کوشا هستند، مخصوصا استاد و سرور عزیز من دکتر قاسمی که اینجا تشریف دارند، ما برای میلیون ها ایرانی و فرزندانشون که در خارج از ایران زندگی میکنن و به منابع فارسی دسترس ندارن یا توانایی استفاده از منابع فارسی رو ندارن و پرسش هایی در زمینه فرهنگ و تاریخ ایران دارن، چه اندیشیدیم؟ آیا چاره جز این است که یک منبع به اون چیزی که در غرب بهش میگن لینگوا فرانکا، زبان مشترک، زبان فراگیر داشته باشیم؟ بنابراین من فکر میکنم که برای بسیاری از جوانان ایرانی که استاد کنعانی به طور خاص بهش اشاره کردن، میتونیم ایرانیکا رو مرجعی بدونیم که به اونها میگه این کشور ایران چجور به وجود آمده، چه اقوامی در این سرزمین زیستگاه پیدا کردن، فرهنگ و تمدن ایران رو به کجا بردن، کدوم اقوامی بر ایران مسلط شدن، میراث اونها برای بعد از خودشون در سرزمین ایران چی بوده، زبان فارسی چجوری به وجود آمده، چه مسیری رو پیموده. این بقیه من امتیاز دیگر ایرانیکاست. مسئله سومی که بهش اشاره میکنم با آخرین موضوع هم هست، مسئله حل مشکلات و مناقشات هست. زبان فارسی زبان مشترک کشورهای ایران و افغانستان و تاجیکستان هست، ولی خب ما یک فرهنگ مشترکی با قسمت‌های دیگر همسایه خودمون هم داریم، مثل شبه قاره هند که محل نشو و نمای بخشی از ادبیات فارسی در یک دوران خاص بوده، یا امپراتوری عثمانی و اطلاعاتی که به مجموع این فرهنگ‌ها و تمدن‌ها مربوط میشن در ارتباط با ایران در ایرانیکا پیدا میشه. من خوشحال هستم که میبینم در ایرانیکا نه صرفاً به منابع خاص ایرانی بلکه به همه منابع اشاره شده. اگر راجع به زبان هست، هم از آثار صدرالدین عینی تاجیک اسم میبرد، هم از آثار روان فرهادی افغان، هم از آثار دکتر زنده یاد دکتر خانلری و امثال او از ایران. در مسئله بخش های مختلف حیات و زندگی ایرانیان از دانش و اطلاعات و تخصص بسیاری از دانشمندان غربی استفاده شده. در مورد ولایت خود من گیلان، من دیدم که مقاله‌ای رو که در ایرانیکا گنجوندن مقاله مارسل بازن هست. مارسل بازن کسی است که یک کتاب دو جلدی استثنایی درباره تالش، یک منطقه‌ای از شمال ایران نوشته است. به این جامعیت ایرانیکاست. حالا در این موضوع نقش ایرانیکا در رفع مناقشات
یه خاطری رو میگم و حرفم رو قطع تمام میکنم. در ماه نوامبر گذشته در یک کنفرانسی که در دانشگاه یگیلونیان کراکوف لهستان در باره زبان‌ها و فرهنگ‌ها بود، به من این فرصت داده شد که در باره قلمرو زبان فارسی صحبت کنم. به من در باره نقش زبان فارسی در سه کشور تاجیکستان، افغانستان و ایران صحبت کردم. اینها رو به این ترتیب میگم که زبان فارسی این مسیر رو پیمود. چجوری؟ از منطقه بخارا، از منطقه تاجیک زبان امروز وارد منطقه شمال افغانستان امروز شد که امروز هر دوی اونها در خراسان بزرگ قرار داشتند و بعد به خراسان امروزی آمد و بعد در تمام ایران گسترش پیدا کرد. چطور این ادبیات فارسی نخست در خراسان از ترانه سرا و غزل سرای بزرگ رودکی شروع شد، در کلام فردوسی جان گرفت، مظهر غرور و مقاومت ایرانی شد، بعد به قسمت‌های دیگر ایران رفت، در اشعار خاقانی و سعدی و حافظ به کمال اعتلا رسید. اینجا من خواستم به اصطلاح یک از این فرصت استفاده کنم و بگم که ایران چه کسانی رو داشته است. نام از ابن سینا بردم که تصادفاً مسیر زندگی او و مسیر حرکت‌های او با مسیر حرکت زبان فارسی تشابه خاصی داره. او هم از منطقه بلخ و بخارا شروع کرد، در نیشابور و گرگان زندگی کرد، در ری و اصفهان کار کرد و زندگی کرد، در غرب ایران امروز همدان پایان کارش بود و آرامگاهش هم در اونجاست. بعد از صحبت ها در موقع پرسش و پاسخ یک استاد ترک در دانشگاه ورشو تدریس میکرد و اونجا بود، از من پرسید مگر ابن سینا ایرانی است؟ گفتم که خوشبختانه یک مبلانای دیگری نمیتونه پیدا بشه. عرض کنم که گفتم که شما نظر دیگری دارید، چیز دیگری شنیدید؟ گفت نه، میخوام بدونم به کجا مراجعه کنم. من هیچ تردید نکردم که از ایرانیکا نام ببرم، بگم که یک دانشنامی به نام ایرانیکا هست که خوشبختانه بیشتر مدخلهاش در اینترنت هست و شما اگه مراجعه بکنید به اونجا نه تنها اطلاعات کافی درباره ابن سینا یا اویسینا اون طوری که در غرب از اون نام میبرند به شما میده، بلکه منابع خودش رو هم که بیشتر منابع غربی است به شما معرفی میکنه. بعد از اون جلسه خودم به سراغ ایرانیکا رفتم، زیر نام ابن سینا 14 مدخل دیدم، نه تنها به شرح حال او بلکه به آثار او در زمینهای پزشکی، داروسازی، زیست شناسی، منطق، متافیزیک، عرفان، روانشناسی، علوم تجربی، ریاضیات، فیزیک، موسیقی اشاره کرده، همینطور به کتابهایی که ابن سینا به زبانهای فارسی و عربی نوشته. برای اون دسته از جوانهای ایرانی که در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا درس پزشکی می‌خونن یا این درس رو خوندن و پزشک شدن، باید جالب و غرورانگیز باشه که بدونن 12 قرن پیش یک پزشک ایرانی به نام ابن سینا مهر خودش رو بر دانش پزشکی جهان کوبید، که بدانن 1000 سال پیش کتاب القانون فطر یا به طور خلاصه اختصاری قانون در تولیدوی اسپانیا ترجمه شد و از قرن 13 تا 17 میلادی این کتاب در دانش نخست در دانشگاه مونپلیه و بولونیا و سپس در لوان، ونیز و پاریس و نقاط دیگر اروپا تدریس شد. این کتاب در فاصله قرون 15 تا 17 میلادی بارها در اروپا به چاپ رسید و بارها هم اساتید علم پزشکی در اروپا در رسالات طبی خودشون به اون اشاره و استناد کردن. این هم درباره یک پزشک پیشکسوت ایرانی به اطلاعاتی که ایرانیکا بیشتر میتونه بیشتر از اونهایی که اینجا در این فرصت هم به عرض شما رسوندم میتونه به جوانان ایرانی عرضه بکنه. من دوست دارم که در همینجا برای عرایزم خاتمه بدم و باز هم از حضور شما سپاسگزارم.